استدلال رایج اسلامی در نهی همجنسگرایی این است که همجنسگرایی طبیعی نیست و اونچه که طبیعی نیست اخلاقی نیست نیست یکی از مهمانهای برنامه میگوید از آموزهای اسلامی چنین چیزی برداشت نمیشود نظر شما چیست؟ لوت را فرستادیم آنگاه به قوم خود گفت چرا کاری زشت می کنید که هیچ کس پیش از این نکرده است در بحث بین مسلمانان سنتی و منتقدین آنها در مورد همجنسگرایی این پاره از قرآن در مورد قوم لوط کانونی است گیرایی داستان لوط و قومش تا حدی حد به دلیل جزئیاتی است که باعث شده ماجرا مجسم و زنده به نظر برسد مجادله بین خداوند و ابراهیم نبی بر سر لوط برادرزاده او آمدن چند فرشته مذکر به منزل لوط با خبر شدن قوم لوط از ورود آنان در میانه تنش بین لوط و قومش که پیامبری او را انکار می کنند حمله آنان به منزل لوط و توسل لوط به اقسام راه ها برای منصرف کردن آنان از تجاوز به این فرشتگان و حتی در یک فراز پیشنهاد لوط برای بخشیدن دختران خود به مهاجمان این روایت چنان آشناست و برداشت رایج از آن چنان فراگیر که کمتر اندیشمند دینی آن را به چالش کشیده است اما نهی همجنسگرایی در آموزه‌های اسلامی تنها با استناد به این داستان نیست در برنامه این هفته زکریا مشکور کابولی پژوهشگر اسلامی معتقد است افسون بر این روایت دلایل دیگری نیز در نهی همجنسگرایی در اسلام میتوان یافت اما آرش نراقی استاد فلسفه در کالج مراویان در پنسیلوانیای آمریکا میگوید از داستان لوط و قومش برداشت دیگری هم میتوان داشت افسون بر این آقای نراقی برداشت مبتنی بر غیر طبیعی بودن و در نتیجه غیر اخلاقی بودن هم در اسلام را به چالش میکشد خیلی خوش آمدید آقای مشکور ابتدا به ما بگید که برداشت شما از داستان لوت چیه و از اونجا بحث رو به استلال های دیگه شما خواهیم کشوند بسم الله الرحمن الرحیم از عدب و احترام به بینندگان شریف برنامه وزین پرگار محضر از و استاد گرامی جناب جنابی دکتر نراقی اجازه بدید که محل نظار رو اولا تعریف کنیم لوات چیست؟ <تصفح> آیا تعریف که ما از لوات عرض می کنیم همون همون هم جنس کرایی یا نیست؟ اون چی که ما تا امروز داریم در همه لغتنامه ها و در همه متون حقوقی ما و حتی از موارد معدودی است که در زبان پیشوایان دینی ما این مفهوم تعریف شده لوات در تعریف لغوی و در تعریف اصطلاحی که مطرح شده عبارت است از آمیزش جنسی دو مرد دو انسان ذکور دقیق‌ترش وقتی در فقه وارد میشه تغییب الحشفه فی دبر ذکر این که مفهوم اون لواتی که اون احکام خاص بهش متفرع میشه این از اون مواردی که عرض کردم که امام صادق وارد میشه و تعریف میکنه لوات رو در تعریف لوات امام صادق علیه و السلام میفرماید که دخول مرد در مرد بعد در تتمه این در دو سه مورد هم ایشان و هم بقیه میفرمایند که و ذالک به ما انزل الله علی نبیهی و این لوات و این عمل یعنی آمیزش جنسی مرد با مرد کفر است یکی از مصادیق کفر است یکی هم... از درجات بله. کفر بله. همین که شما از این لفظ استفاده میکنید نشون میده که شما دارید استناد میکنید به داستان لوط و قومش ما بگید که چرا گمان میکنید داستان لوط و قومش در مورد هم است و این داستان نه میکنه مسلمانان رو از هم اه... چون سوال حضرت حالی... راجب به مجموعه ادله بود بلد. من در این قسمت مجموعه ادله را توضیح بدم حالا راجع به قوم لوطم هم ما همه ادله لفظیه ما یعنی هم قرآن و هم سنت در قرآن نه فقط داستان قوم لوط بله چهل آیه در قرآن در نه سوره داستان حضرت لوط رو قوم لوط رو اعمالشان را با عناوین مختلف مطرح کرده این چهل آیه باید چه مجملهاش چه مفصلهاش همه باید در یک منفیست واحد در این نگاه جامع باید تبیین بشه دسته دوم آیاتی که راجع به عمل لوات هست یعنی لوات را قبیح میشمارد غیر شرعی میشمارد و غیر منطقی میشمارد از لحاظ منطق قرآن حالا من داستان به طبیعی و غیر طبیعیش ما فعلا در کنتکس قرآن حرف میزنیم. آیاتی هست که ازدواج اسلامی را به ما می آموزد که ازدواج شرعی کدام است آیاتی که کنترل آمیزشگاه ها را به ما یاد می دهد و هم لفروجهم حافظون چه در سوره مؤمنون و چه در سوره معارج بعد می فرماید که الا علی از هم. او ما ملکت ایمان هم فین غیر معلومین اگر این دو باشه درسته فمن بتقاور ازالک فولاک هم الادون راه دیگر رو در این آیات تجویز نمی‌کنه ولی وات راه دیگر است استمنا راه دیگر است زنا راه دیگر است اونها از لحاظ ادبیات قرآن ممنوع هست. دسته سوم از آیات تمام آیاتی که زوجیت را به عنوان یک قانون هم قانون طبیعی و هم قانون شرعی و زوجیت را در انسان‌ها با سراحت در آیات مختلف زوجیت از نوع ذکر و انسا مطرح میکنه و خلق از اون آیه که میفرماید که و انه خلق از زوجین ذکر و الانسا یعنی زوجیت اسلام، زوجیت قرآن، زوجیت طبیعی اسلام همون ذکر و انساست. دسته چهارم آیات، آیاتی است که به تعبیر ما بنابر نقل بعضی از مفسرین و حتی اصحاب زمان نزول آیاتی که عمل همجنسگرایی زنان را حرام کرده یکیش آیات خدمت شما کنم و شانزه سوره مبارکه نسا هست که مثل مجاهد مثل خطاده اینا گفتن این آیه راجع به زنان همجنس باز وارد شده و همچنان آیاتی که راجع به قوم رس اصحاب رس هست که امام صادق میفرماید که این آیات در همجنسگرایی زنانی که در قوم رس و در عهد توبه بودن نازل شده پس این آیات مستقیما راجع به تحریم عمل همجنسگرایی از جنس زنانش وارد شده و هم دسته پنجم مجموع آیاتی که افت را شرط سلامت روابط جنسی معرفی میکند و افت را هم در گرو نکاه اسلامی میداند و غیر نکاه آمیزش جنسی را غیر عفیف تلقی می‌کند، غیر عفیف معرفی می‌کند این پنج دست آیات قرآن در کنارش روایات که بلد. فراوان است و متواتر است که وقتی وقتون خیلی کوتاه میخوام جواب بدید آقای مشکور وقتی که شما مجموعی این آیات رو بیان می‌کنید آیا منظور شما این است که به تنهایی روایت لوت کافی نیست و برای اینکه تفسیر شما از روایت لوت رو تفسیر سنتی اسلامی از روایت لوت رو بپذیریم باید این رو در بستر آموزه های دیگه قرآنی قرار بدیم یا اینکه نه خود روایت لوط که میخوام چون آشناترین روایت هست در بحث هم جنس کرایی میخوام راجبی صحبت کنید خود روایت لوط هم کفایت میکنه قطعا روایت لوط که چهل آیه است و هم احکامش رو مطرح کرده هم تاریخش رو مطرح کرده هم جزئیاتش رو مطرح کرده سبک جدیدش شما... رو به نظر نه. بنده مبتنی بر آیات و کلماتی که در این چهل آیه است کافی در حرمت و قباحت شرعی لوات آیه ارز کنم خدمت شما که من پیش از این که نظر مشخصم رو در این باره ارز بکنم مایلم ما که اول چارچوب نظری بحث خودم رو و مبنای بسیلا نظری تفسیری که از این آیات پیشنهاد میکنم رو خدمت شما و بینندگان ارز بکنم چارچوب نظری بحث من مبتنی بر چند پیشفرز است پیشفرز اول این استش که خداوند عادل است و حکم به خلاف ادالت نمی کند این یکی از مفروضاتی است که متعلقان عقلگرا یا معتزلی در فرهنگ اسلامی بهش قائل بودند نکته دوم عبارت است از مسئله تقدم اخلاق بر دین تقدم و استقلال اخلاق بر دین به این معنا که خوب و بد امور مستقل است از اراده و حکم خداوند و عقل انسان به تنهایی قائل به کشف و حسن و امور است پیش فرض سوم من برمیگرده به اصل عدالت تقریری از اصل عدالت که معتقد است که تبعیض میان انسانها ها نارواست مگر اینکه شما دلایل اخلاقا موجهی برای این تبعیض داشته باشید در چارچوب این مفروضات وقت دو سوال اصلی مطرح می شود سوال اول این استش که آیا تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی عادلانه است یا نه به تعبیر دیگه آیا ما دلایل عقلا موجهی برای تقبیح اخلاقی رفتارهای همجنسگرایانه داریم یا نه اگر پاسخ ما به این سوال منفی باشد که به نظر من منفی است در اون صورت تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی انسان ها ناعادلانه خواهد بود و به اعتبار اون اصلی که خداوند حکم ناعادلانه صادر نمی کند تمام احکامی که در نظام حقوقی ما و تمام تفاسیر از متون مقدس که متضمن چون این تفاسیری است باید در اعتبارش تردید کرد به تعبیر دیگه باید تفسیر خودمون رو از این فقرات مورد تجری نظر قرار بدیم بنابراین به سوال دوم میرسیم سوال دوم این است که آیا با فرض چون این مبنایی آیا آیات قرآنی برای مثال به ما مجال تفسیری دهند که با ادالت جنسیتی سازگاری داشته باشه یا نه پاسخ من به این سوال دوم مثبت است خب کسی, من نرقای، نرقای، این کسی هست. که منتقد این رویه است خواهد گفت که شما گروهی از آدمیان رو پیدا میکنید که میگن ما چنین میخوایم چنان میخوایم این تمایل ماست و یک متفکر دینی آیا باید به گفته ای به دنبال اینها بیفته برای اینکه تفسیری پیدا کنه در مثلا آیات قرآنی که اونها در واقع محق پنداشته بشن این چه رویه است؟ نه خیر ببینید بحث تفسیر بحث روشمند است و من مبانی تفسیر رو اول عرض کردم اینجوری نیستش که اگر یه عده بخوان ما تبعیت بکنیم شما باید نشون بدید آیا در این مورد خاص برای مثال آیا دلایل اقلا موجهی برای تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی وجود داره یا نه اگر در روایت لوت تفسیر بره. شما چه هست و چرا فکر می‌کنید موجه این تفسیر بره. شما ببینید پیش فرض من این استش که ما چنان دلایلی برای تقبیه مناسبات همجنسگرایانه نداریم بنابراین تفسیر رایج از سوره لوط که در واقع به چنان های دامن میزنه ناعادلان است و بنابراین انتصابش به خداوند به لحاظ الهیاتی موجه نخواهد بود در مورد داستان قوم لوط هم به نظر من میاد که تفاسیر بدیلی میشه داد که با ظاهر آیات هم سازگاره برای مثال ببینید در قرآن مکررن آمده است که گناه بزرگ به عمل زشتی که قوم لوط مرتکب میشن مجموعه ای از اعمال بوده که در صدر اونها تکذیب پیامبران بوده این نکته اول است نکته دوم این هستش که قرآن اشاره میکنه که کاری که شما قوم لوط انجام میدید پیش از این در دنیا سابقه نداشته است بنابراین بین مفسران حتی مثلا. سنتی تفسیر این این به سوال بوده است که آیا اون چه که در قرآن تحریم شده نفس این مناسبات بوده است یا شکل خاصی از مناسبات بوده است که در میان قوم رایش بوده برای اینکه اگر شما بگید نفس مناسبات خوب این آیه غلط خواهد شد یعنی معلومه که روابط همجنس گرایی ما دلایل داره بوده. که پیش از اون وجود داره بنابراین این تفسیر بدیل که مفسران سنتی ما هم بهش اشاره کردن که اون چه که مورد نفی قرآن بوده شکل خاصی از مناسبات در میان قوم لوط بوده پذیرفتنی است اما سوال این هستش که این شکل خاص چه بوده ما در قرآن صورت تفصیلی از این شکل خاص نداریم جز در داستان قوم لوط در اینجاست که شما پرده اندکی کنار می رود و شما این شکل خاص رو می بینید ببینید اون چه که در داستان قوم لوط رخ میده چند ویژگی مهم داره ویژگی اولش این استش که در واقع قوم لوط حجوم میآورند به خانه لوط برای اینکه به میهمانان او تعرض بکنند تعبیری که در قرآن اومده یهرعون است تعبیر یهرعون از ریشه هرع یا اهرع میاد که آقای طباطبایی صریحا میگه این متضمن توسل به زور و اجبار است توجه میکنید برابر این عملی که در قرآن توصیف شده نوعی تجاوز به عنف است این یک نکته است نکته دوم این که در قرآن آمده است که این عمل کاملا عمل شهوانی بوده یعنی هیچ تعلق عاطفی هیچ احترام متقابل وجود نداشته در پاره روایات هستش که این اعمال گاهی وقتا به جراحت های جدی در قربانیان منتهی می شده است بنابراین به نظر میاد که ما مشخصات یک به صلاح تجاوز به عنف رو در این داستان داریم نکته دوم این استش که در واقع کاملا به نظر میاد از پاره از عبارات قرآنی که این عمل نوعی تجاوز سیاسی بوده برای تحقیر قوم شخص لوط و دعوی پیامبری او مثل اتفاقی که امروزه در بسیاری از جاها تجاوز سیاسی برای تحقیر است من این ای نکته دیگر هم اگر بدید با... نکته دیگر این است که در تمام این بحثها فرض ما این استش که هم و لواط در واقع یک مفهوم رایج این هم البته محل تردید است کاملا ممکن است که شما بگید که رابطه میان هم و لواط مثل رابطه ناهم گرایی و زناست بله. آقای مشکور اگر گفته بشه که در داستان لوط و قومش اون چی که نه شده تجاوز هست و نه هم جنس گرایی که متفاوت هستن این دو تا دیگه این ایرادش هست چون به نظر چنین میاد وقتی شما داستان لوت و قومش رو میخونید که اینها درن حجوم میارن اینها میخوان لوت رو سرشکسته کنن اینها با پیامبری لوت مشکل دارن و چنان عرصه تنگ میشه بر لوط که به اون هم خواهیم رسید یه جایی لوط میگه دختران من رو بردارید این معنیش این است که با یه مهاجم و متجاوز طرف لود خدمتتون عرض کنم راجع به اینکه اولا از نای دکتر نراقی فرمودن که با این پیش فرض ها وارد تفسیر میشیم و در جای دیگه هم نوشتن که ما با بالاخره این گفتمان فمینیستی باید بعضی از آیاتی که در حوزه حقوق زنان هست و مشکل ندارم ولی بحث اینه که چون غرض آمد هنر پوشیده شد ما در داستان فهم خالص دین متن مقدس در حوزه هرمنوتیک وقتی با ذهنیت تاریخی با ذهنیت علمی با پیش فرض با پیش داوری ها وقتی داوری شما در حوزه اخلاق یا در حوزه فلسفه اساسا این است که قبیح نیست بعد شما وقتی دنبال داستان لوط هم میرید تلاش میکنید که تمام آیات رو تعویل کنید میدونید بسیار وقتی جای تفسیر باشه نیاز به تعویل نیست و تعویل هم باز قاعده داره اساسا ما معتقدیم که خطرناکترین روش تفسیر تفسیر برای هست یعنی پیامبر میفرماید که من فسر القرآن برعیهی فلیتبه و مقده من النار یعنی کسی که تفسیر به رأی میکنه تفسیر به رأی نه تفسیر عقلانی که ولی قرآن مال او قلاص. مخاطب قرآن او خلاص ولی تفسیر به رأی تفسیر روشمندی که خود قرآن که مثلا گفته میشه که فصل یفسر بعضه بعضا یا مثلا با اون هایی که قرآن یا پیامبر مطرح کرده حرکت نکرده یعنی تفسیر به رأی اونه که گزینشی عمل کنه آیا شما در میخواهید که نراقی از ابتدا میاد که در قرآن چیزی رو استخراج کنه که خودش مایله بله. منظور شما این است دیگه با پیش فرض وارد شدن یادو بله. با این پیش فرض نتیجه قبلا معلومه نتیجه معلومه این میشه تفسیر برای و بعد گزینش عمل کردن یعنی ما بیایم به صلاح بگیم که لوات همجنسگرایی نیست لوات فقط تجاوزه لوات سوره لود لوات داستان قوم لوط یا همه ای آیاتی که راجع به قوم لوط هست اونی که فقط با عنف باشه تجاوز باشه به انسان نابالغ باشه که اینا هیچ کنم در قرآن نیست در قرآن ما هیچ جایی نداریم که لوات که فاحشه معرفی شده شرطش بلوغ باشه یا شرطش تجاوز باشه که اگر یک لواتی در قرآن اول عرض بکنم بعد در روایات هم برید در روایات هم در فقه ما هم هیچ جا مشروط به بلوغ و مشروط به تجاوز نشده بحث بلوغ رو کنار بگذاریم این صحبت ایشون که اون چه که در داستان لوط و قومش میبینیم حمله به مهمانان لوط. این توضیح میدم خدمت شما بحث اول که فرمودن که بسیار لباد غیر از گرایی هست آیات ظهور ندارد بلکه سراحت دارد بحث ظهور زمانی هستش که بعد قرائن رو بیاریم قرائن متصله و منفصله و از بیرون امارات رو که ما بحث از ظهور بکنیم ما در اینجا کسانی که با بدیهیات تفسیر سر و کار دارن متوجه میشن که آنچه که خداوند متعال در این چهل آیه مطرح میکند قریب به اتفاقش سراحت است و نص است و ایشان و ماهایی که مرجعیت نص رو میپذیریم نز تا سراحت داره نوبت به ظهور و تعویل نمی رسد شما ببینید این یک نقطه این... که وقتی میگوید گوید ذکرانه من العالمین این دیگه بسلا نمیگه بسلا به زور میگه آمیزش مرد با مرد همونی که بسلا شما فرمید هم جنسگرائی. هیچ آیه قرآن، هیچ فقیه، هیچ مفسری تا حالا بله. حکمی که از قرآن مستفاد شده، از روایت استفاده شده، اون رو مشروط به تجاوز نکرده خب. که اگر تجاوز شد لواط هست. بله اگر تجاوز شد در مورد حکم خاص داره ولی لوات مطلق است در همه آیات بله. و مقید ها در هر نوبتی کوتاهتر صحبت کنن که بتونیم به مطالب بیشتری بپردازیم بله ببینید اگر ما این مبنا رو بپذیریم که فرض کنید که این آیات سراحت داره و در این جاها مجال تعویل گشوده نیست در اون صورت درباره حقوق زنان چه خواهیم گفت مثلا قرآن میگه که با زنانتون شما اگر اختلاف پیدا کردید اول نصیحتشون کنید بعد اگر نشنیدن دوری بگذینید ازشون برگرد نه کتکشون بزنید خب این اینا چجوری تفسیرش بکنید یعنی معتقد این هم نص هست بله, بله. یعنی به نظر من می... خب مثلا مجال خب... تعویل لغوی داره تمام تمامه... وقتی رأی و باره قرآن میزنیم بله. میگن يعني... به اصطلاح خب ببینید مفسرین ما از ابتدا تا انتها اون رو به معنای کتک زدن تفسیر کردن فقط چرا بله فقط در دوره‌های متأخر است که تفسیرهای بدیل پیشنهاد کردن حالا البته گفتن وقتی کتک میزنید یه جوری بزنید که جاش نمونه فلان حرفا یا در مورد بردهداری آیات سراحت داره که شما میتونید برده داشته باشید با کنیزانتون همخوابه بشید شما ببینید اگر بنا باشه که به ظاهر آیات یعنی رویکرد ظاهرگرایانه نسبت به آیات داشته باشیم ما به لحاظ اخلاقی دچار مشکلات جدی خواهیم شد شما ببینید علت این که الان مفسرین و علمای نواندیش ما شروع می کنن این آیات رو تعویل کنند. علتش این است که پیشتر قانع شدن تبعیض بر مبنای جنسیت زن بودن یا مرد بودن یا تبعیض بر مبنای برده بودن یا آزاد بودن ناعادلانه است به همین دلیل است که وقتی به قرآن مراجعه میکنن تلاش میکنن درکی تفسیری از این آیات بدن که عادلانه باشه آقای متحری رو ببینید آقای دیگر آقایون رو ببینید که بحث در این مورد هم همینطوره ده. یعنی این کاری که ما میکنیم یعنی نکته که شما به من بفرمای تفسیر به رأی این شیوه تفسیر تمام مفسری از تا حالا شما بوده. شما که اجمالا به این اعتقاد دارید که کثیر از آیات محکم هستند آیات محکمات هستند یعنی نصوص هستن سراحت دارن لا اله الا الله که دیگه نیاز به تعویل نداره و شما آیاتی که بهشون اشاره کردید در روایت لوط رو آیات محکم می ما آیات محکم می و سراحت داره و نص هست و در داستان ابراهیم برداشت هایی که حضرت عالی فرمودید برداشت های خیلی بعید و دور از متن پیش از اینکه از روایت لوط عبور کنیم برای اینکه مباحث دیگه هم باید بشه مباحث به گفته شما در مقالاتون غیر نقلی ام. یه سوال فقط بپرسم برای کسایی که داستان روت رو از نگاه فمینیستی به گفته شما میخونن این که لوت به مهاجمان دختران خودش رو پیشنهاد میکنه این رو چجوری باید تفسیر کرده های مشکور به آنها میگوید از این عمل قبیه دست بردارید و به ازدواج رسمی شرعی به ازدواج شرعی رسمی رو بیارید که ازدواج با هست لوت چند تا دختر داشته وقتی که یه گروه مهاجمی می روایت متعدده تا 6 تا 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 8 تا دختر رو مطرح میکنن آیا منظور شما این است که لوط به اینها گفت که بیایید ازدواج, ازدواج کنید. کنید با تک تک دختران بله من... پیش فرض ما این است که لوط پیامبر الهی است و اون به سال عمل جنسی آزاد رو که اجازه نمیدهد بلی. یعنی شما آمیزش مقعدی نکنید آمیزش با مردان نکنید اگرم شهوتی دارید شهوت من دون نباشه من معتقدم اینجا برعکسش عکسش در دیدگاه هست یعنی به نفع زنان است برای دفاع از حقوق زنان بلد. در ازدواج بلد. هست ببینید چند تا نکته است اولا به نظرم میاد که یکی از نشانه هایی که مفهوم لواط و هم گرایی یکی نیست اتفاقا همینجاست. ببینید دو تا نکته در آیات قرآنی سیک نکته این هستش که خداوند میگوید که به قوم لود که ما زنان شما رو چرا با زنان خودتون در نمی آمیزید معناش این که اینا همسر داشتن فرزند داشتن بنابراین این همجنسگران نبودند توجه میکنید نکته دوبار این که نفس این که لو دختران خودش رو به قوم پیشنهاد میکنه فرضش این که اینا تمایلات هم ناهمجنسگرایانه هم داشتن ولی همجنسگرایی به معنای امروز معمولا به معنای به یه گرایش جایگزین ناپذیر به همجنسه این نکته اول در مورد این آیات مربوط به عرض کردن قبلا اسم ازدواج در اون آیات نیست در روایات عهد عتیق هست که لوط دو تا دختر داشت ولی به هر حال عرض کردن این دختران به گروه مهاجم گناهکار خب البته قریب است پیشنهادی که من در تفسیر این آیات دارم این هستش که در واقع پیشنهاد لوط دعوتگرانه نبود این نبود که بیاید با دختران من بیامیزید در واقع قوم لوط میخواستن از طریق تحقیر میهمانان لوط شعن او رو در واقع و خصوصا شعن پیامبری او رو در واقع بشکنن در واقع لوط به اینها میگه که ببینید شما بیاید با دختران من در میامیزید پاسخ قوم این بود که نه ما بر دختران تو حق نداریم یعنی لوط میگه که خب من میدونم و اینا میدونستن سوال من همینجاست که آیا لوط پیغمبر برای که به سال مزاحمت مهاجمان رو بر میهمانان کم کنه حاضره که دخترانش رو بفروشه یعنی این شان پیامبری رو پایین نمیاره؟ به همین دلیل که عرض می‌کنم پس برداشت که... اونطوری نمیشه کرد از واید. من همینه. پیشنهاد لوط دعوتگرانه نیست. یعنی این نمیگه که بیاید با دختران من هم بستر بشید. پیشنهاد لوط اینه که میگه در همون چارچوب نظام اخ که خود شما از آن می‌کنید که همخوابی با دختران من نادرست است برای اینکه به از خودتون نسبت به اونها حق ندارید, ندارید. در چارچوب همون نظام حقوقی شما باید حرمت میهمانان من رو هم رعایت بکنید. از این مقالطه از مصادره به مطلوب آقای دکتر ببینید آمد. سبک جنسی سبک آمیزش جنسی قاملوت این است قرآن با سراحت دارد و تدرون ما, ما خلق لکم ما خلق لکم از واجبه یعنی شما زنها رو رها کردید و تدرون مشخصه دیگه یعنی سراحت دارین که تعبیر بردار نیست شما زنها رو رها کردید دنبال آمیزش مقدی دنبال لواط رفتید دنبال هم جنس رفتید وقتی تزرونه هست یعنی سبک جنسی ویژه‌ای که قبلا نبوده قبلا نبوده قبلا لواط بوده مثل اون که شما در جای دیگه مختلف فرمودید که لوات بوده مثلا تمایل به زنان بوده این قوم میگن ما بر دختران تو و به میلی نداریم علاقه نداریم همون که امروز شما مطرح میکنید که هم جنسگرایی امروز از نوعی است که دیگه علاقه به زنها دیگه ندارن فقط به جنس موافق خود داره این سابقه داره در قوم لود یعنی اونها هم کسایی بودن که رسما گفتن شناخته میشدن شناخته میشد می که می می شن. می شن. ما بله. کسانی هستیم که به زنها میلی نداریم بله. ما رو حقی نیست بله. میلی نیست تمایلی نیست به دختران بله. شما بله. بله در آیات جدید قرآن هم چیزی که شما میفرمایید بله. نیست در آیات قرآن این آیه قرآن سوره شعرا هست بله همین همین رو عرض میکنم یعنی در واقع قرائت من از اون آیه با شما متفاوت است در اون آیات قبلوت میگن که ما به دختران تو حقی نداریم توجه میکنید یعنی چی که حق نداریم یعنی به همون در نظام ارزش اونا شما قبل از اینکه با کسی ازدواج بکنید و مناسبات نمیتونید باش برقرار بکنید خب بله 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 پس با این پیش شما از اتلوت پیشنهاد معامله غیر شرعی بونه بعد ارزم این است که تفسیر من نیست که پیشنهاد ایشون دعوت نیست از تفسیر داستان لوت بگذاریم و به برهان های اگر بشه گفت عقلی برسیم شما آقای نراقی معتقد هستید که از غیر طبیعی بودن حتی اگر غیر طبیعی باشه از غیر طبیعی بودن هم نمیشه به غیر اخلاقی بودنش رسید برامو توضیح بدید منظورتون چیه ببینید مهمترین استدلالایی که در سنت ما خصوصا در تقویح مناسبات هم گرایانه مطرح شده استدلالای به صورت طبیعت گرایانه است استدلالای طبیعت گرایانه صورت کلیش این است که میگن هم غیر طبیعی است و امر غیر طبیعی غیر اخلاقی است بنابراین هم جنس گرای غیر اخلاقی است یعنی این استدلال مبتنی بر دو مقدمه است مقدمه اول غیر طبیعی بودن هم جنس و مقدمه دوم یه نظریه اخلاقی است که اگر امر غیر اخلاقی باشه غیر طبیعی باشه غیر اخلاقی است ببینید نکته اول مشکل اول این است که در این استدلال امر غیر طبیعی خیلی مبهم است منظور از این امر غیر طبیعی چیه طبیعی چیه غیر طبیعی چیه شاید مهمترین تفسیری که از غیر طبیعی در اینجا شده این است که مناسبات هم غیر طبیعی به این معنا که به تولید مثل نمی انجامند و بعد چون فرض کردن که اگر امر غیر طبیعی باشه غیر اخلاقی هم هست از اینجا غیر اخلاقی بودن رو نتیجه گرفتن ایراد اول پنین است که این تفسیر از غیر طبیعی بودن به غیر اخلاقی بودن نمی انجام یعنی فرضم بگیریم که مناسبات جن... همجنسگران به این معنا غیر طبیعی باشند خب وقت شما باید بگید مثلا فرض کنید که زوجهایی که عقیمن اونا هم هر مناسبات جنسی که با هم داشته باشند غیر اخلاق اخلاقی, دیر اخلاقی. یا مثلا فرض بکنید که در مناسبات زن و مرد هر عمل جنسی مثلا استفاده از داروهای ضد بارداری رو باید شما بگید که اینا رو غیر اخلاقی میکنید جوابتون چی هست آقای نراقی ببینید ما اولا که با داشتن نص نیازی نیست که به این طویلات اخلاقی اخلاقی بپردازیم این صحبت کرد چون تفسیرش متفاوت هزار بل... هزاران سال از افلاتون تا کانت نظریه غیر طبیعی بودن لوات و هم گرایی مطرح بود این که از 1973 انجمن روانشناسان امریکا بیان بس بگن این طبیعی هستش هم طبیعی هستش این صورت مسئله رو عوض نمیکنه هزار سال است که میگن زنا عقلشون کمتر از مردان ببینید خب هم دلیل باز دلیل. ما در اون جایگاه ایستادیم که به اصطلاح هستیم من میخوام بگم فارغ از اینکه اون بحث کانت رو یا بحث مثلا افلاتون رو در اون حوزه با اون تعلیلش راجع به تولید نفس اصلا فراموش بکنیم برای ممکن که ممکن اطلاع نداشته باشن اشاره شما به رأی افلاتون که معتقد همجنسگرایی طبیعی نیست ببینید از افلاتون تا فروید فلاسفه روانشناس ها هم رو یعنی آمیزش مقدی مرد با مرد زن با زن را غیر طبیعی و برخلاف فطرت انسان معرفی کردن حتی تا فروید فروید اول تا فروید آخر شما مستحضر هستید که نهایتش حرف این که این غیر طبیعی است در اول میگه باید علاج بشه در آخر میگه برای یک مجموعه خاص چاره این به این منحرفین باید قناعت بکنیم من میگم به بر برفرض که قبول بکنیم لو فرز لو سلم که استدلال شما مبادی اولش درسته بگیم که این هویت جنسی هم جنسگرانه کاملا طبیعیه آقای مشهور سوال چیز دیگه بود سوال در مورد اون چیزهایی که طبیعیه بله. و ضرورتا اخلاقی هم نیست در مورد اون نبود سوال در مورد ایجاد رابطه مستقیم بین غیر طبیعی بودن و غیر اخلاقی بودنه آیا به نظر شما اون چه که غیر طبیعی غیر اخلاقیه و از اینجا میشه نتیجه گرفت که به فرض که ببینید من در جایگاه افلاطون نمیستم که بگم همان. هر پدیده غیر طبیعی غیر اخلاقی هست ولی میخوام بگم که هر پدیده طبیعی هم اخلاقی نیست حرف درست دید. هر پدیده طبیعی ما الان بسیار خیلی موضوعات داریم که کاملا طبیعیه بله. اراده هست، کشش هست، جاذبه هست، عشق هست، رفتار هست، آمیزش هست بر اساس گفتمان حقوق, حقوق بشری، بر اساس گفتمان عدالت، بر اساس اون براهین حالا برفر در این مستقام تطبیق بشه، یک مورد که نیست رد و بدل کردن همسر، سکس زرب داری، آیا طبیعی است یا نیست؟ کاملا طبیعی، میل آدم که این کار انجام بدن ببینید، عرض من این است، منتقدان مناسبات همجنسگرایانه چنین چون این را برقرار میکنن یعنی میگن اگر چیزی طبیعی بود اخلاقی و اگر غیر طبیعی بود غیر اخلاقی بنده اصلا به همچین چیزی باور ندارم برای این های شما درست منتها این استدلال رو به بنده نفرمایید به کسانی بگید که این حرفها رو میزنن من با شما کاملا معتقدم حتی اگر معلوم بشه که مناسبات همجنسگرایانه گرایانه از طبیعی بودنش اخلاقی بودنش در نمیاد اونچه که من استدلال کردم این استش که از کانت و افلاتون بگیری تا بسیاری استدلال های دیگری که مطرح شده این استدلال های طبیعت مقالط آمیز و نادرست بوده به نظرم میاد با این فرمایش شما با من هم عقیده اید یعنی شما معتقدید این استدلال های طبیعت منتج نیست اگر اینطور باشه به نظرم یا دو تا نتیجه حاصل میشه نتیجه اولین استش که اصل عدالت به ما میگه که اگر شما دلایل اخلاقا موجهی برای تبعیض نداشته باشید تبعیض ناعادلانه است بنابراین من میپرسم بر چه مبنای شما هویت و گرایش های جنسی رو مایه تبعیض های ناروا میدونید و اگر کسی این تبعیض ها رو بکنه کار ناعادلانه کرد نکته اول نکته دوم این استش که اتفاقا اثبات مثبت بودن مناسبات همجنسگرایانه برای همجنسگرایان کار بسیار آسانی طبیعیه که مناسبات عاطفی عمیق جسمانی متقابل میان دو فرد همجنسگرا به سلامت جسمی روحی و اخلاقی اونها کمک میکنه شما بر اساس اصل عدالت مناسبات همجنس خواهانه را با غیر همجنس خواهانه از یک جنس تلقی کردین این اثباتش کار ساده ای نیست کجا من اولاً، تلقی کردم ببین عرض من این است اصل عدالت میگه که اگر که بعد قد... بگید چون در حوزه حقوق زن بعد این من احساس میکنم که ام. گهانت به زنان است که ما به, به میلیاردها زن باهم. اینها رو در کنار هم جنس گراها قرار بدید من احساس دارم که خیلی از زنها ناراحت میشن که داستان زنها رو دفاع حقوق زنها رو در کنار دفاع حقوق همجنس قرار بدیم اینا خودشون منزه این میدونن بحث مقایسه یه چیز نیستش که اولا بنده معتقدم که همجنس جنس اشکالی نداره و مقایسه گروه های مختلف با هم جنس خب حالا نیستش. من ازم یه سوال بزنم دکتر آیا طبق اصل آه. عدالت عدالت آه. جنسی طبق اصل عدالت جنسی آه. آیا آمیزش جنسی از نوع زنا به نظر شما معقوله؟ عادلانه هست آمیزه جنسی لالی. با حیوانات ببینید این چه خب آخه نه شما بود بر اصل عدالت بله. بله. رفتار بله. جنسی اصل عدالت به ما میگه که شما در صورتی میتونید تبعیض بذارید که دلایل اخلاقا موجه داشته باشید توجه میکنید از این بر نمیاد خب که هر نوع رابطه جنسی که خب شما میخواهید چه میخواه دلیل, دلیل اخلاقا موجه, موجه بالاتر از فرمان الهی ها خب ببینید دلایل شما دینی میارید من با تفسیر دینی شما موافق نیستم من هم طور که عرض کردم این استش که در واقع عقل ما در تشخیص خوب و بد امور میتوانه مؤثر باشه و کارآمد باشه با و با همین جزئیات همه امور رو عقل کشف میتونه باید کشف بکنه یعنی حسن و امور می... باید بر عقل آشکار باشه بر عقل آشکار ب... همه حسن و قبح همه امور بالاخره بالی که یعنی این شما باید تعامل بکنی، بحث بکنی، یه وقتای آشکار نیست، باید با هم بشین تمام دانشمندانی بکنی. که در حوزه حسن و قب خود حضرت علی نظر دادید، اینو به اصطلاح در پیش قبول کردند که عقل توان درک جزئیات را مثلا در حوزه متافیزیک شما آیا قیامت را جزئیات احوال قیامت را میشه با عقل سنجید من از شما بهش را برزخ را شما با بردداری موافقید یا نه من وارد داری موافق نیستم خود در قرآن آمده چرا مخالفید؟ نصر شده کجا شده؟ به حکم قطعی بسیار شر نصر شده آه پس یعنی معتقدید که عقل بشر در تشخیص قبه بردداری آه. کار آمده حالا شما که چرا در اینجا نکار آمده؟ این فرایند رو فرایند بحث برداری چون خود شما پاسخ گفتید آه. خود از تالی بحث بردداری رو پاسخ گفتید من احساس میکنم که از اون داستان استفاده کردن برای همجنسگرهای یک مقدار ظلم به اون بحثای خود شماست در داستان اصل عدالت ما میگیم که بر فرض که اصل عدالت داستان همجنسگرایی رو بگیره یعنی بنا اصل محکم عقلانی پیش فرض شما رو قبول کنیم از این مرحله عبور بکنیم که مثلا ارتباط جنسی از نوع زنا رو هم مثلا بگیم اشکال نداره زنای با موهارم هم بگیم اشکال نداره چون عدالت جنسی اینا رو میگیره دیگه نه خیلی؟ چرا نمیگیره این چه مخالفتی دیگه شما میفرمایید م... عدالت نه، جنسی نه، اجازه آقای مشکور این نکته مهمیه به دیگه آقای مشکور میگن که یه جایی شما باید بپذیری که یه چیزهایی ناحقه بله و هر گرایش جنسی، هر هویت جنسی ضرورتاً قابل قبول است. بله. این معیاری که این ای که شما به کار می‌برید چی هست ببینید یه مقالته که میگن اگر شما مناسبات همجنسگرایانه رو رواج ب... جایز بدونید مناسبات جنسی با حیوانات زنای با محارم رو باید مجاز بدید هیچ رابطه منطقی در اینجا وجود نداره خب، ببینید چه سنجه‌ای باعث میشه که شما این رابطه رو است ببینید ما دلایلی که در تقبیح مناسبات همجنس گرایان مطرح شده رو بررسی میکنیم اگر این دلایل کفایت نکنه بعد حکم به ناعادلانه بودن تبعیض میدیم ولی حالا شما بید بگید چون شما میگید که مناسبات همجنس گرایان اشکال نداره برای سکس با کودکان هم اشکال نداره آخه چه همچنین خب میشه از صحبت های آقای نراقی نتیجه گرفت که اون ارتباط جسمانی جنسی که مایی آزار دیگری بشه اون تقبیح میشه عقل میگه این مجاز نیست اگر رابطه دو فرد همجنس با علاقه و اشتیاق این دو باشه و یکی دیگری رو آزار نده بله. به نظر ایشون نباید تقبیه بشه عقل میگه هیچ یک از این دو حق دیگری رو زیر پا نگذاشته به تعبیر علما بلکه مرحبا به ناصر. من همین میخواستم بگم که اگر بس آز... چون در بحث های فلسفه اخلاق که چی چیز اخلاقی چی چیز غیر اخلاقی است که از بحث ها همین بوده که از مبانی که بالاخره عدم اضرار به غیر که این دیدگاه خیلی قوی هم بود و هست شاید ما که از شؤون به فلسفه اخلاق خود این قبول کنیم من طبق همین مبنا عرض میکنم جایی که رضایت طرفین باشه صرف رضایت و لذت و توافق طرفین میتونه مشروعیت رو مقبولیت رو اقلانیت رو ممدوحیت رو بیاره ما میگیم نه چون در مورد زنا در مورد زنا بس همین است که دو نفر با هم توافق کردن استدلالایی که در تقبیح یا در تحسین زنای با محارم آمده هر که هست هیچ ربطی به استدلالایی که در تحسین یا تقبیح مناسبات هم گرایان اومده نداره ببینید در غرب اتفاقا جالبه نوع استدلالی که شما میکنین اینجا میکنن مونتا اینجوری میگن میگن اگر مناسبات هم جنس گرایان موجه باشه فردا لابد میگه تعدد زوجات هم اشکال نداره آخر نه همچی چیزی نیست حالا من از شما میپرسم آیا به نظر شما از این که کسی میگه مناسبات همجنس گرایان اشکال نداره جواز تعدد زوجات هم برمیاد ببینید من تلاش حضرت عالی رو و همه روشنفکران دینی را برای که این داستان نزاع عقل و وحی عقل و دین چگونه به صلاح این حل بشه این خب این جیران مرتعید ماست ولیکن آیا عقل قراره به منزله وحی بچینه؟ آیا قراره که تمام رفتار اجتماعی ما چون از آخر در این قسمت جدی عرض کنیم ما لو سلم که اصل عدالت جنسی زنا رو نگیره زنای محارم رو نگیره تجاوز به کودکان رو نگیره اینا رو نگیره هیچی رو نگیره ولی من از شما سوال اساسی من اینه که آیا در جنبندی آخری حضرت علی آیا کافیست که جایی که ما دلیل اقلانی بر قباحت همجنسگرایی نداشتیم که داریم نداشتیم و نداریم پیش فرض شما رو قبول میکنیم آیا نداشتن دلیل بر تقبیه عمل جهم این موجب میشه که ما از یک نص قطعی قرآنی الهی شرعی مجمعون علیه دست بکشیم این است راه ما برای مسئله به رفع نزای عقل و دین من عقل و, و بحی... نظرم رو در این باره گفتم ببینید اینی که ما دلیل اخلاقا موجهی در تقبیه مناسبات همجنس گرایانه نداریم یه نتیجه عاجل داره و اون هستش که تبعیض بر مبنای گرایش و هویت جنسی ناعادلانه خواهد شد و اگر شما بپذیرید که خداوند حکم ناعادلانه نمیده تکلیف معلوم است یعنی هر تفسیری که به چنان تبعیض های جواز بده از چ... در چارچوبی که بنده ازش بحث میکنه اون تفسیر رو به خداوند نمیشه انتصاب داد این نکته اول نکته دوم این هستش که ما دلایلی داریم که مناسبات همجنسگرایانه یعنی برای افراد همجنسگرا بسیار شکوفاننده مثبت و انسانی است شما این است بله بله یعنی همونطور که مناسبات هم داره مناسبات همونطور که مناسبات ناهمجنس یعنی برای زوجهای ناهمجنسگرا شکوفاننده است بهشون آرامش میده بهشون سکینه میده هویت انسانیشون رو شکوفا میکنه و،, و بهشون اعتماد ابراز اعتماد آمار خود خودکشی در بین همچین بیشترین ای بیشترین بیشترین هپاتیت ها در ارتباطات جنسی مقعدی بیشترین از نوع A، B، C هپاتیت در هم هاست و بالاترین خودکشی ها و بالاترین میزان مراجعه انسان ها به طرف روان پزشک ها باز از هم جنس هاست اولا فرض کنیم که این آمارا درست باشه اما دلیل این اش... خب علمی هست خیلی خب, خب من میگم درست اولا دلیل اینکه آمار خودکشی در هم ب... بالاست خیلی روشنه شما ببین حجم عظیم فشارها تحقیرها اهانت ها اجحاف هایی که به اقلیت های جنسی میشه معلومه یه نوجوانی که تازه داره هویت جنسی در غرب اتفاق میفته در امریکا و در اروپا که اینجا هیچ گونه تحقیری نیست چطور؟ در خیلی, خیلی جایها مثلا رسمیت نیستش. رسانه ها مطبوعات همی... حقوق ها دفاع میکنن در اینجا در ایران و در افغانستان و عربستان خودکشی کسی نکرده چرا در خودکشی. اونجا ها خودکشی اونجا اعدام میکنن مثلا بله اونجا مثلا شاید اعدام شما در جامعه نداره ولی منظور شما این است که اونجا اگر هم خودکشی هست کمه احتمالا جواب آقای نراغی این است که اونجا مخفی, مخفی میمونه مخفی مخفی خوب است ما در حوزه احکامی که راجع به لواد داریم همینه که اگر لواد با اونو انحراف جنسی هم جنس بازی با عنوان انحراف از شریعت و فطرت صورت هم گرفت مخفی بود حکمی نداره دو نفر گناهی کردن توبه میکنن خدا اونها رو بخشه لذا اگر آمار خودکشی ها مخفی اون برای که هجمونی آ آ آ حاکم در فضای جهان اسلام در نظام های اسلامی الحمدلله همون به سال انظمه ابراهیمی هست بله مشکور یه من تو این نکتر من بگم که ببینید این بیماری هم که شما فرمودید اینکه دلیل چیز نمیشه شما ببینید در بین زوج‌های ناهمجنسگرام انواع بیماری‌های وجود داره که مربوط به زوج‌های ناهمجنسگراست. اینی که این بیماری‌ها وجود داره معناش این نیستش که بنابراین از فردان افراد ناهمجنسگرا با مناسبات جنسی نداشته باشن. دلیل بر این است که آموزش بدیم در مناسبات جنسی رعایت امور بهداشتی بشه. بله. حالا که بحث مناسبات جنسی و رعایت بهداشت زمین است، اون سوالی که من میخواستم پیش از صحبت های آقای نراقی بپرسم رو به این شکل میپرسم که در آموزه های دینی هدف از, از ازدواج به نظر میاد در درجه اول تولید مثل یعنی نسل ها ادامه پیدا کنن یا نه اشتباه میکنن درسته؟ یکی از فلسفه تشریح ازدواج اسلامی تشویق خدا به انسان ها در امر ازدواج با مثل جنس مخالف بله بحث تولید نسله و این قاموس و ناموس و هویت اصلی بشره و بله حضرت هزارات ائمه همون بس افلاطون رو در روایتشون در فلسفه تشریع حرمت الوات هم میگن و تا حالا اینجا ایستاده ای ما میشه از این نتیجه گرفت که ولی تنها اون نیست بحث التسکون و الیها ها هست بحث کمال روحی و معنوی انسان ها هم هست انسان هایی هستن که تا ازدواج نکردن خیلی از تجربیات عارفانه و عاشقانه رو ندارن برای اینکه یکی از دلایلی که در مورد طبیعی پنداشتن غیر همجنسگرایی و غیر طبیعی پنداشتن همجنسگرایی گفته میشه اینه که اندام تناسلی انسان برای تولید مثل و به این معنا ازدواج با غیر همجنس که منجر به تولید مثل میشه این است که طبیعیه چه این چیزی رو شما فکر میکنید قابل قبول هست؟ ببینید این بحث بوده قابل قبول هم هست یعنی غایت ابزار جنسی حالت جنسی درسته که برای, الامی... لذ... برای لذت بردن هست انسانیه. ولی برای تولید مثل هست به همین دلیل به نظر شما هم جنس گرایی میتونه غیر طبیعی پنداشته بشه برای اینکه به تولید مثل می بله و اونجا در آیات قرآن داریم که میگه شما مصرفین هستید و بعد ائمه میفرمایند که چه اسرافی بالاتر از این و چه اسرافی بدتر از این که نطفه ای که حامل حیات هست حامل حیات یک موجود هست آن را به جای گذاشتن در محل رشد و تولدش دفن کنیم در مقعد یا بسیلا خواستگاه تعفن و آقای بالا ببینید اولا زوج های ناهمجنسگر اینجوری نیستش که هر وقت مناسبات جنسی دارن صاحب فرزند میشن بخش امروز زوجهای ناهمجنسگرا از چند واحد قاعده کدام است استثنا رو بذارید کنار که درش تولید مثل بل. مثلا فرض کنید این که یه زنی دچار سرطان رحم شده رحمش رو خارج کردن حالا این زن دیگه هیچ وقت نباید سکس بود داشته باشه مناسبات جنسی داشته باشه اشاره که این زن قائده که قائده نمیتونه قاعده شایدی که درش تولید مثل بشه و گونه انسانی ادامه پیدا میکنه ازدواج غیر همجنسگرا ببینید ما که به اصطلاح تقطیع تولید مثل میشه که برای که افراد ناهمجنس که ناهمجنس و مناسبات خودشون رو دارن خیلی از افراد همجنسگرا صاحب فتاب فرزندن از ازدواج قبلی خودشون در این حال امروزش شما بیشتر پس جدید نشد دیگه پس جدید نشد چی نشد؟ بس پس شما به همون قوم لوط رو که خودتون تعریف می‌کردید پس میشه به ازدواج کرد بچه داره. دار شد بله یعنی در و بعد عمل جنسی به با همجنس تحت هم جنس هم فشارهای اجتماعی مجبور میشن ازدواج بکنن بعد خودشون روی خانواده ای رو مصیبت زده میکنن بله اینا که اتفاق میفته مکررن بعدا متوجه میشن که خب هویت جنسیشون هم جنس گراست نه هم جنس کران نیست بعدم شیوه های روش های به غیر جنسی برای تولید مثل وجود داره و خصوصا امروز. که شما اونا رو پیشنهاد میدین برای, برای بشریت نه برای بشریت نه برای زوج های هم جنس گرا نه برای بشریت ما قاعده عقلانی می خوایم به تبیین کنیم تدوین کنیم دفاع کنیم برای یک پدیده ای باید عام باشه عمومی باشه قاعده اخلاقی قاعده عقلانی این نیست که برای یک دسته خاصی وضع بشه شما وقتی قاعده عمومی عدالت رو در داستان عنوان عدالت جنسی مطرح کنید این باید برای همه انسان ها قابل تطبیق باشه در داستان اقلی... تولید بلن مثل بلن. قواعد عقلی مربوط به زنان قابل اطلاق به مردان نیست قواعد عق... با... از نه همش ولی گروهش مثل مثلا شما مثلا... که مثلا فرض کنید که مردان مثلا عقلا حکم میکنه که باردار بشن خب این موضوعیت نداری باید. این باید مربوط به زنانه مناسبات هم جنس گرایانه رو شما اگر به رسمیت بشناسی اینا میتونن فرزند ب... 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 کودکان رو به فرزندی به میپذیرند میتونن به شیوه های غیر جنسی صاحب فرزند که در غرب الان دیگه داره رایج میشه یعنی بسیاری از این زوج های هم جنس میتونن فضایی رو کاینی رو تشکیل بدن که درش یه فرزند دیگه بزرگ میشه این فرزند لازم نیست آه. فرزند خونیشون باشه و یه مشکور ببینید سبک های زندگی که در غرب هست در خود غرب منتقدینی دارد یعنی اون روالایی که استثناء هست یا انحراف هست شناخته شده هست من اول هم کردم باز تکرار میکنم این که در مغرب زمین سبک زندگی چگونه هست مشخصه خوبی هایی دارد زیبایی هایی دارد وزشتی ها و پلشتی های هم دارد من معتقدم که داستان همجنسگرایی در غرب در اونجاهایی که در اروپا در امریکا به رسمیت شناخته شده از پلشتی های غرب است و این سبک زندگی قابل تامین برای همه بشریت نیست امروز طبق هم و آمارایی که شما دادید بیش از 90 درصد انسان ساکن در روی زمین این سبک زندگی رو نمیپذیرند بله ما ب... گفتیم. صرف این آیه. که بگیم آیه. که آیا مشکور پیش از پایان برنامه حتما باید این سوال رو بپرسم که آیا گمان نمی کنید که شما باید حق دیگری رو حتی اگر ناحق بپنداریدش زیر پا نگذارید این گفته میشه از اولین اصول هم زیستی انسان ها با دیگرن چون در هر حال شما از دیدگاه خودتون چه دینی چه دین، غیر دینی یه ادعی رو ناحق میدونید آیا این ای که شما ناحق میدونیدشون باید حق ناحق بودن رو بهشون بدید یا نه چون به نظر شما اینها ناحق هستند اینها رو نه تنها نه کنید بلکه از میان بردارید بر اساس اون قوانینی که شما بهش فرقی میکنید. که ما میگیم ناحق هست یعنی منحرف از جریان شرعی فرقی ناحق هست حق ندارد که این گونه آمیزش کند این یعنی از مسیر طبیعی فطرت منحرف شده ما به اصطلاح پیشنهاد نمی کنیم حتما که بگیم که اولین فتوا و آخرین فتوا اعدام و سنگسار و آتش زدن هم جنس هستش خب فتاوی مختلف هم هست مم. الان روشن فکران دینی در او حوزه خوبتا. حرفای خوبی هم دارن مثلا همین من چند وقت پیش قابل نای یا آقای کدیور وای کسانی دیگر روحانی بلند مرتبه شیعه افغانستان, دلوقتي. اینا مثلا راجع به حد لباد خب نظر مشهور رو قبول ندارن من در او حوزه ورود پیدا نمیخوام بکنم من اعتقادم اینه که ما در این اقلیتی که به عنوان یک مجموعه از لحاظ روانی منحرف از لحاظ شرعی منحرف ما چند تا فاکتور رو مطرح میکنیم تکلیف بر ماست بله خب که آنها را به تقوا دعوت کنیم تکلیف بر ماست که و اگر آنها را مداوا کنیم و آنها را مداوا بکنیم و اگر نشدن و قطعا تجربه نشان داد تغییر جنسیت اونی که بسیار برهم از تمام خمین اونم بر رسمیت شناخت یعنی در آخر کار یعنی اگر خونسا مشکل هستش اگر در مورد این دعوت برنامه داشتیم در پرگار آه. که خیلی آه. از اینها اثر اجباره خیلی کوتاه وقت زیاد نداریم ببینید اولا مسئله ترنسا که از مسئله همچنین کرار کاملا متفاوت است من برخلاف جناب علی معتقدم که هم همجنسگرایان از اعضای محترم جامعه ما هستند باید حقوقشون به رسمیت شناخته بشه باید بله. از همجنس گرای جرم زدائی بشه باید مراقب باشیم نوجوانان جوانان همجنسگرای ما تحت فشارهای اجتماعی از هم فرو نباشند بله. و روی که شما ازش یاد کردی نهایتا وقتی با خشونت های فقهی همراه میشه به نتایج کاملا بسه. غیر انسانی میاد برنامه این هفته همینجا تموم میشه تشکر از اینکه پای این بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه زکریا مشکور کابلی و آرش نراقی حتما شما در مورد گفته های مهمان های برنامه نظر دارید یا گفتنی هایی دارید که در بحث مطرح نشد در این صورت به فیسبوک ما سر بزنید و نظرتون رو اونجا بنویسید ضمن این برنامه روی یوتیوب هم در دسترس پادکست یا نسخه شنیداری این بحث هم در کانال تلگرام بخش فارسی بی سی و همینطور روی صفحه پرگار در وبسایت ما منتشر میشه دوستداران پادکست برنامه ضمن یک امتیاز دارم و اون اینکه چند دقیقه اضافه گپ خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها رو میتونن بشنون شب و روز و همه شما خوش